بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. 13 جمادی الثانی، سال روز وفات حضرت ام البنین علیها السلام. تهدید مقام‌های ارشد پاکستانی توسط گروه تحریک طالبان پاکستان. نگاهی به جدیدترین اقدام نیکوکارانه زمستانی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا. و آزاد شدن انتقاد و اعتراض در تانزانیا در دستور رئیس جمهور مسلمان این کشور. با سلام بر سید و سالار شهیدان و سلام بر شما، من محمد محمدی هستم. شما بیننده اخبار شیعه از شبکه امام حسین علیه السلام هستید. فردا 13 جمادی الثانی سال روز وفات حضرت ام البنین علیها السلام است. بر همین اساس بسیاری از شیعیان عاشقان اهل بیت علیهم السلام در شهرها و کشورهای مختلف جهان در حسینیه ها، مساجد، تکایا، مراکز فرهنگی و حتی برخی منازل خود به برگزاری مجالس سوگواری به این مناسبت می‌پردازند. گفتنیست فاطمه بنت حزام، مشهور به ام البنین، از همسران مولای متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. این بانوی بزرگوار و گرامی مادر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام بود. سه پسر دیگر ایشان به نام‌های عبدالله، جعفر و عثمان نیز در روز عاشورا به شهادت رسیدند. پس از فاجعه عاشورا حضرت ام البنین روزها به قبرستان بقیع می‌رفت و برای سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و فرزندانش گریه می‌کرد. ایشان در 13 جمادی الثانی 64 هجری قمری درگذشت و در قبرستان بقیع در شهر مدینه منوره به خاک سپرده شد. روز به روز که می‌گذرد بر نفوذ سنی‌های تندروی طالبان در پاکستان افزوده می‌شود. اکنون کار به جایی رسیده که گروه تحریک طالبان پاکستان به طور مستقیم مقام‌های ارشد دولتی و سیاسی این کشور از جمله نخست وزیر پاکستان را مورد تهدید قرار دادند. همکارم هورا عبدالمجید گزارش می‌دهد. بیش از یک سال و نیم پیش بود که سنی‌های تندروی طالبان در افغانستان بعد از 20 سال توانستند یک بار دیگر قدرت را در دست بگیرند. البته این اتفاق بعد از چند سال مذاکره میان طالبان با ایالات متحده آمریکا در دوحه پایتخت قطر و توافق بین طرفین رخ داد. بعد از توافق بود که به یک بار سر و کله نیروهای طالبان در کابل، پایتخت افغانستان و دیگر شهرهای این کشور پیدا شد و ظرف مدت زمان کوتاهی موفق شدند بر بیشتر مناطق و شهرهای افغانستان تسلط یابند و دولت اشرف غنی، رئیس جمهور سابق افغانستان را ساقط کنند. اشرف غنی هم چند روز بعد اعلام کرد که در دبی است و ساقط کردن دولتش را توطئه خواند. اما دیگر کار از کار گذشته بود و سنی های تندروی طالبان مجدداً به قدرت رسیده بودند. نفوذ طالبان به اینجا محدود نشد، بلکه به مرور زمان برخی گروه های افراطی مانند داعش شاخه افغانستان که داعش خراسان نامیده می شود نیز بیش از پیش قدرتمندتر شده و عملیات های تروریستی خود علیه شهروندان غیر نظامی به ویژه شیعیان افغانستان را افزایش دادند. اما قدرت گرفتن طالبان در افغانستان بدون شک بر کشورهای همسایه این کشور نیز تأثیر گذاشته. رؤسای جمهور ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان در طول این مدت بارها و بارها نسبت به افزایش نفوذ گروه‌های تندرو و تروریستی در آسیای میانه و خاک کشورهایشان هشدار دادند. در این مدت داعش خراسان چندین بار هم اعلام کرده که در زمان مشخص به ایران حمله خواهد کرد و بخش‌هایی از این کشور که شامل استان خراسان در شمال شرق ایران می شود را زیر سلطه خود در خواهد آورد. البته مقام‌های ایرانی اعتنایی به این تهدیدات نکردند.
اما در پاکستان گروه تحریک طالبان که میتوان آن را شاخه طالبان در پاکستان دانست روز به روز قدرتمندتر شد و بر عملیات‌های خود افزود و به حملات بیشتری علیه نیروی نظامی و ارتش پاکستان دست زد. اما حالا کار به جایی رسیده که طالبان پاکستان مقام‌های ارشد این کشور و حتی شهباز شریف نخست وزیر و بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان را مورد تهدید قرار دادند. در همین راستا محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان در بیانیه واتساپی نوشت: مدت هاست که تحریک طالبان پاکستان هیچ اقدامی علیه احزاب سیاسی انجام نداده است. اما اگر این دو حزب که کابینه فعلی پاکستان را تشکیل می دهند در موضع خود ثابت بمانند و تغییری در قبال طالبان انجام ندهند، آنگاه علیه رهبران این دو حزب اقدامی صورت خواهد گرفت. مردم باید از نزدیک شدن به این دو حزب اجتناب کنند. وی در ادامه این بیانیه افزود: هدف ما نیروهای امنیتی پاکستان هستند که برخلاف منافع این کشور و به خواست غرب عمل می کنند. این بیانیه همچنین از احزاب سیاسی مذهبی پاکستان خواسته تا در اقدام علیه طالبان شرکت نکنند. در واکنش به این تهدید، مقام‌های مسئول در اسلام آباد موضع‌گیری طالبان پاکستان را اعلام جنگ علیه دولت پاکستان دانستند. حالا باید منتظر ماند و دید که سنی‌های تندروی تحریک طالبان تا کجا پیش خواهند رفت و آیا به تهدیدات خود علیه مقام‌های دولتی پاکستان عمل خواهند کرد یا خیر؟ و آیا آنها هم مانند طالبان افغانستان قدرت را در کشورشان در دست خواهند گرفت؟ هوگا عبدالمجید، اخبار شیعه. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزه‌لوح در شهر مقدس کربلا جدیدترین اقدام بشر دوستانه و نیکوکارانه ویژه فصل زمستان را اجرا کرد. گفتنیست این طرح جدید با همکاری و کمک افراد نیکوکار صورت گرفت و در دو نوبت و دو مرحله انجام شد. در بخش نخست، ابتدا تعدادی بخاری های نفتی در میان خانواده های نیازمند و ایتام در شهر مقدس کربلا توزیع گردید تا در سرمای سوزان وقت سخت زمستان گرمای خانه های محقر آنان را تأمین کند. این سومی مرحله از توزیع بخاری های نفتی بین نیازمندان در سال جاری به شمار می رود. اما در اقدامی دیگر این مؤسسه به توزیع لباس‌های گرم ویژه زمستان در میان خانواده‌های نیازمند و ایتام پرداخت. این اقدام هم برای سومین بار در سال جاری انجام می‌گیرد. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری. 13 جمادی‌الثانی سال روز وفات حضرت ام البنین علیها السلام. تهدید مقام‌های ارشد پاکستان توسط گروه تحریک طالبان پاکستان. نگاهی به جدیدترین اقدام نیکوکارانه زمستانه مؤسسه مصباح حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و در ادامه درخواست یک مقام سازمان ملل برای توقف بازداشت‌های خودسرانه در جهان. سرکار خانم سامی صلح و حسن رئیس جمهور مسلمان تانزانیا در اقدامی بی سابقه در این کشور دستوری سیاسی صادر کرد که به موجب آن برگزاری هر گونه مراسم و راهپیمایی های اعتراض‌آمیز و یا انتقادی آزاد خواهد بود. وی که در جمع رؤسای احزاب سیاسی تانزانیا در شهر دارالسلام پایتخت کشورش سخنرانی میکرد در ادامه افزود: بنده در اینجا رسما اعلام می‌کنم که ممنوعیت برگزاری تجمع، مراسم و راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز از این لحظه لغو خواهد شد و شما می‌توانید آزادانه به انتقاد از دولت بپردازید. در همین راستا سازمان عفو بین‌الملل از این تصمیم رئیس جمهور تانزانیا استقبال کرد و آن را مورد تحسین قرار داد و اعلام کرد:
این دستور تصمیمی درست است و حرکت در مسیر صحیح برای دستیابی به دموکراسی واقعی به شمار می رود. گفتنی است پیش از رئیس جمهور فعلی جان ماگوفولی، رئیس جمهور سابق تانزانیا در سال 2016 میلادی با صدور دستوری برگزاری هر گونه راهپیمایی یا تجمع اعتراض‌آمیز و یا انتقاد از دولت را رسما ممنوع کرده بود و برای آن مجازات تعیین کرده بود. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. تعدادی از جوانان وابسته به حسینی از زهرا سلام علیها در شهر نورنبرگ آلمان با سفر به عراق و شهر مقدس کربلا به زیارت حرم مطهر امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام مشرف شدند. این جوانان همچنین از بخش‌های مختلف فرهنگی این دو حرم مطهر زیارت کردند. دولت محلی ایالت اوتارخان در کشور هند دستور تخریب خانه‌های مسلمانان در شهر هالدوانی را به بهانه پروژه توسعه خط ریل قطار صادر کرد. در همین راستا سازمان عفو بین‌الملل ضمن انتقاد از این تصمیم اعلام کرد تخریب منازل این افراد موجب آواره شدن 4000 خانواده مسلمان از خانه و کاشانه‌شان خواهد شد. مسئولان حسینی هورا زینب سلام علیها در کشور کانادا از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق شیرازی دامظله از برگزاری جلسات هفتگی آموزش احکام و سیره اهل بیت علیهم السلام در این مرکز دینی خبر داد. گفته می شود این جلسات که بر اساس توصیه و رهنمودهای مرجعیت شیعه مبنی بر لزوم آموزش و ترویج احکام و آموزه های اهل بیت علیهم السلام صورت می گیرد از سال گذشته آغاز شده و روز به روز با افزایش تعداد افراد حاضر در آن بر رونق این جلسات علمی و دینی افزوده می شود. دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در ماه رجب به همت آستان مقدس حسینی در شهر مقدس کربلا برگزار می شود. در همین راستا شیخ حسن المنصوری مشاور امور قرآنی آستان حسینی در رأس هیئت قرآنی با رافع العامری مدیر مرکز ملی علوم قرآن وابسته به اداره اوقاف شیعیان عراق دیدار کرد و از این مرکز برای حضور در این نمایشگاه بین‌المللی دعوت کرد. دبیر کل حقوق بشر سازمان ملل متحد با آغاز سال جدید میلادی از کشورهای مختلف جهان خواست به بازداشت‌های خودسرانه پایان دهند. وی طی اظهاراتی گفت با آغاز سال جدید میلادی و 75مین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر از دولت‌ها و مقام‌های بازداشت کننده در همه جهان می‌خواهم که همه کسانی را که به دلیل استفاده از حقوقشان بازداشت شدند را آزاد کرده و مورد عفو و بخشش قرار دهند. او همچنین در ادامه اظهارات خود خطاب به دولت‌ها و مقام‌های کشورهای مختلف افزود با قلبی گشاده و مهربان‌تر به پرونده‌های افراد بازداشت شده رسیدگی کنید و گامی مؤثر در جهت چشم‌انداز اعلامیه جهانی حقوق بشر بردارید تا جهانی داشته باشیم که در آن همه مردم آزاد و برابر و با کرامت زندگی کنند و به حقوق خود دست یابند. گفتنیست اعلامیه جهانی حقوق بشر UDHR در 10 دسامبر 1948 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس پایتخت فرانسه به تصویب رسید. این سند بین‌المللی نقطه عطفی در دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان به شمار می‌رود و تا کنون به بیش از 500 زبان ترجمه شده است. گفته می شود در سال 2023 دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد قصد دارد کمپینی را برای نشان دادن اهمیت و ارتباط مستمر اعلامیه جهانی حقوق بشر اجرا کند. سازمان دفاع از حقوق شیعیان موسوم به شیعه رایسواش از نهادهای مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق شیرازی دامظله که مقر اصلی آن در واشنگتن آمریکاست و در زمینه دفاع از حقوق شیعیان سراسر جهان و ثبت جنایت‌های رخ داده علیه آنان فعالیت می‌کند، جدیدترین گزارش ماهانه خود در این زمینه را منتشر کرد. در این گزارش که به اول ماه دسامبر 2022 تا اول ژانویه 2023 میلادی مربوط می شود به جنایت‌های رخ داده علیه شیعیان در افغانستان و پاکستان اشاره شده است. در بخشی از این گزارش نوشته شده
6 دسامبر 2022 بر اثر انفجار یک مین در شهر مزار شریف افغانستان تعدادی از شیعیان به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند. در این اقدام تروریستی 8 شهروند شهید و 9 نفر نیز زخمی شدند. اما در یکم ماه دسامبر 2022 نیز بر اثر انفجار انتحاری یک خودروی بمب‌گذاری شده در پاکستان تعدادی شهروند به شهادت رسیده و زخمی شدند. در آن عملیات تروریستی دست کم 4 نفر جان خود را از دست دادند و 3 نفر دیگر زخمی شدند. مروری دوباره به سرخط خبرها. 13 جمادی الثانی سال روز وفات حضرت ام البنین علیها السلام. تهدید مقام های ارشد پاکستانی توسط گروه تحریک طالبان پاکستان. نگاهی به جدیدترین اقدام نیکوکارانه زمستانه مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا. آزاد شدن انتقاد و اعتراض در تانزانیا به دستور رئیس جمهور مسلمان این کشور. درخواست یک مقام سازمان ملل برای توقف بازداشت‌های خودسرانه در جهان. و نگاهی گذرا به گزارش ماهانه شیعه رایس واچ درباره جنایت‌های رخ داده علیه شیعیان در سراسر جهان. تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت، یوتیوب و اینستاگرام اخبار شیعه ببینید. همچنین میتونید رخدادهای شهری و کشورتون رو به شماره روابط عمومی اخبار شیعه ارسال کنید. به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولی کل فرج. یا علی، خدا نگهدار.